17 استان ایران در وضعیت بحرانی آب و 5 استان در شرایط فوق بحرانی. تجمع اعتراضی صدها تن از کارگران شهرداری بروجرد. اعتراض کارگران فولاد اهواز در مقابل قضائیه آخوندی. محمد حاج رسولی ها مدیر عامل شرکت آب امروز یک شنبه اعتراف کرد در حال حاضر 17 استان از نظر بارش وضعیت بحرانی دارند که از این تعداد 5 استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس و بوشهر با بیش از 50% کاهش باران در شرایط فوق بحرانی قرار دارند. صدها تن از کارگران شهرداری بروجرد روز یکشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده برای چندمین روز در مقابل شهرداری رژیم در این شهر تجمع کردند. گفته می شود در شهرداری بروجرد بیش از 1700 کارگر و کارمند مشغول به کار هستند که از مهر ماه سال گذشته حقوق دریافت نکردند. جمعی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای سومین روز متوالی در مقابل قضائیه آخوندی تجمع کردند و خواهان آزادی 10 تن از همکاران بازداشتی خود شدند. در این تجمع خانواده های کارگران بازداشتی نیز حضور داشتند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز اعلام کردند تا آزادی همه همکاران خود دست از اعتراض بر نخواهند داشت. به دنبال این تجمع و ایستادگی کارگران، قضائیه آخوندی صبح امروز 5 تن از کارگران بازداشتی را آزاد کرد. دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران روز یکشنبه در اعتراض به احکام سنگین قضایی علیه دانشجویان تجمع کردند و خواستار لغو این احکام شدند. دانشجویان با لغو امتحانات و تجمع در صحن دانشکده اعتراض خود را نشان دادند. آنها با در دست گرفتن پلاکارت‌هایی از اساتید علوم اجتماعی خواستار موضع‌گیری در برابر فضای امنیتی دانشگاه شدند. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه گفت روسیه و عربستان از اوپک خواهان افزایش تولید نفت به میزان 1.5 میلیون بشکه در روز در سه ماهه سوم سال 2018 خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نگرانی‌هایی وجود دارد که تحریم‌های مجدد آمریکا علیه رژیم ایران و کاهش تولید در ونزوئلا، کشوری که با بحران مواجه است، منجر به مختل ساختن تولید نفت شود. تمديد الهدنة إلى أجل غير مسمى فيما يعكس نجاح تجربة وقف إطلاق النار في البلاد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آتش بس با گروه طالبان را برای مدتی نامعلوم تمدید کرد. وی در یک پیام ویدیویی خطاب به طالبان گفت حکومت افغانستان حاضر است در جریان مذاکرات صلح در مورد تمام مسائل با طالبان گفتگو کند. جامعه جهانی در مورد صلح افغانستان اجماع دارد و مردم افغانستان هم صلح می‌خواهند. او افسود دادستانی کل افغانستان در احترام به صلح 46 زندانی طالبان را آزاد کرده است. نمایندگان پارلمان قزاقستان پیشنهاد نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور این کشور را برای اعزام 120 نیروی حافظ صلح به لبنان تصویب کردند. نظربایوف درباره این اقدام گفت اعزام این نیروها علاوه بر اینکه در برقراری امنیت جهانی نقش مهمی دارد، وجهه و نقش قزاقستان به عنوان یک عضو مسئول جامعه بین المللی را تقویت خواهد کرد.